به نام خداوند لوح و قلم سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین سنف نهم به کلاس فیزیک خودتان خوش آمدید در مکتب هادی اگر سوالی در طول برنامه داشتید توانید به شماره 20964 780 255 413 برای ما روان کنید شاگردای عزیز یک کتابچه یا قلم حتما داشته باشید اگر سوالی در طول برنامه در ذهنتان رسید یا جایی را نفهمیدید به شما را برای ما روان کنید ما در پاسخگوی سوالات شما هستیم اما در جلسه دوم از فصل اول قرار دادیم فصل اول موضوعش چی بود؟ در رابطه با چی صحبت کردیم؟ در رابطه با حرکت یک بودی. چی مفاهیمی رو تعریف کردیم؟ اول مسافت رو تعریف کردیم مسافت چی بود؟ گفتیم طول هر مسیری که جسم ما طی میکنه به از اون میگیم چیز؟ به از اون میگیم مسافت دیگه و مسافت جهت نداشت یعنی مسافت او طولی بود که جسم ما می کرد دیگه کاری نداشتیم در چی جهتی بود باز در ادامه تغییر موقعیت تعریف کردیم دیگه در جلسه قبل گفتیم تغییر موقعیت چیه فاصله بین دو نقطه در واقع کمترین فاصله بین دو نقطه بود نقطه اولیه و نقطه نهایی قرار گرفتن جسم اندازه می گرفتیم و با یک خط مستقیم اینها رو به هم وصل می کردیم این فاصله که کمترین فاصله بوده به عنوان تغییر موقعیت در نظر می گرفتیم در واقع شاگردای عزیز مسافت یک کمیت اسکالر بود و تغییر موقعیت یک کمیت چی بود؟ وکتوری بود یک سوال به عنوان کارخانگی به شما داده بودیم سوال ببینیم ببینیم شما درست حل کردید یا نه سوال ببینیم این سوال ما به شما داده بودیم گفتیم که یک شخصی از نقطه A حرکت موند نقطه B مره در ادامه نقطه C مره و نقطه D میرسه و دوباره به نقطه A برمیگردن یعنی یک شکل مستطیل شکلی رو طی میکنه دیگه چی سوال کرده بودیم گفتیم تغییر موقعیت و مسافت برای ما دریافت کنید مسافت ما خودیم برای شما محاسبه کردم دیگه ما تغییر موقعیتش به عهده شما خب این سوال یک بار دیگه با هم حل کنیم شما بررسی کنید که درست حل کردید یا خیر خب به نگاه کنیم از نقطه A شروع به حرکت میکنه این شروع حرکت یا مبدع حرکت ما هستن سعی شد میره به سمت بالا به نقطه B که چقدر چهار متره. ادامه میده میره به نقطه C به نقطه D میره دوباره به نقطه A برمیگرده خب این چهار متره ای هم شش متره چی بود یک مستطیل دیگه مسلما این هم زلی مقابلش 4 متره و این هم کی برابر با 6 متره مسافت از زیر با هم دیگه جلسه قبل دریافت کردیم چی میشد در واقع برابر با محیط از این مستطیل ما میشد سعی شد پس مسافتش به این صورت دریافت کردیم گفتیم مسافتش مساوی میشه محیط از این مستطیل محیط مستطیل فرمولش چیه در ریاضیات یاد گرفتین طول جمع عرض ضرب دو خب طول ما چه قصر؟ طول چهاره طول ما 6 متره عرض ما هم چهار متره ضرب دو چهار و شش ده ضرب دو برابر با 20 متر میشه مسافت ما 20 متر شد اما سوالی که ما به عهده شما گذاشتیم گفتیم تغییر مواقعیت چی حساب کنید شخص از این نقطه حرکت میکنه دور میزنه دوباره به همین نقطه برمیگرده یعنی مبدا حرکت با مقصد حرکت ما مقصد حرکت ما یکی هستن تغییر موقعیتش چی میشه؟ آفرین بر شما درست حل کردید بله چی میشه؟ صفر میشه دیگه ما تغییر موقعیت چی تعریف کرده بودیم؟ گفتیم تغییر موقعیت کمترین فاصله بین مبدع حرکت و مقصد حرکت خب شخصی ما وقتی از این نقطه رفته دوباره به همین نقطه برگشته در واقع تغییر موقعیتی انجام نشده به همان نقطه برگشته پس تغییر موقعیتش برابر با صفر شده به این نکته توجه کنید که ما در جلسه قبل هم یک نکته بسیار مهم گفتیم نکته چی بود؟ گفتیم مسافت یک کمیت اسکالر جهت نداره و مقدارش همیشه مثبت هم ما تغییر موقعیت یک کمیت وکتوری میتونه مثبت باشه منفی باشه یا حتی دیدین در سوال که مقدار صفر به خود گرفت این موضوعاتی بود که در جلسه قبل بررسی کردیم اما در این جلسه قصد داریم که چی موضوعاتی را بررسی کنیم در جلسه دوم از فصل اول میخوایم که یک تیزی رو با هم دیگه بررسی کنیم و دو هم کمیت سرعت و بیفهمیم این دوتا با همدیگه دیگه چی تفاوتی داره خیلی مهمه که شما فرق تیزی و سرعت بو در واقع این دوتا یک معنا و مفهوم نزدیک به هم دارن فرقش شما باید بدانید در این جلسه خب ادامه بدیم ما تیزی رو چی تعریف میکنیم میگیم که اگر ما مسافتی که یک جسم متحرک تی کرده تقسیم بر زمانی که او جسم این مسافت تایی کرده انجام بدیم یک کمیتی ایجاد میشه به نام تیزی پس تیزی چی میشه؟ مسافت تایی شده تقسیم بر وقت یا زمان دیگه در واقع شما اگر تیزی رو با حرف انگلیسی اس نمایش بدین مسافت با دی نمایش بدین و وقتم با تی نمایش بدین یک فرمول ایجاد میشه به اس مسایی با دی بر تی دیگه که این فرمول چیه تیزی رو نشان میده اما واحد تیزی چی میشه شاگردای عزیز کی میتونه این سوال ما رو جواب بده واحد تیزی چیه اول تیزی یک کمیت اساسیه یا یک کمیت فرعی بله یک کمیت فرعی هست دیگه چرا کمیت فرعیه چون این واحد از این ما از تقسیم دو تا کمیت اساسی باید استخراج کنیم واحدش چی میشه مسافت واحدش چیه؟ متر وقت واحدش چیه؟ ثانیه دیگه اصلا بر شما پس میشه متر بر ثانیه واحد تیزی ما چند تا سوال با هم دیگه حل کنیم در این رابطه سوال اول دونده این مسافت 560 میتره در مدت 70 ثانیه تایی کده گفته تندی حرکت یا تیزی حرکت برای ما دریافت کنید در واقع تندی و تیزی یک معنا و مفهوم میده خب تندی یا تیزی رو گفته برای ما دریافت کنید این سوال با هم دیگه حل کنیم خب فرمول چی بود برای تیزی گفتیم که اس که نشاندنده تیزی مسا... میشه با دی بر تی دی چی بود؟ مسافت تی چی بود؟ زمان بود خب سوال چی گفته؟ گفته دونده مسافت 560 متره سعی پس دیره به ما داده 560 متر در مدت زمان چه قصد تکه ده؟ 70 ثانیه پس تیر ما برابر با 70 ثانیه قرار میدیم چی از ما خواسته؟ تیزی رو خواسته دیگه پس اس برای ما مجهوله تیزی حرکت خب اینا رو جایگذاری انجام میدیم میگیم که اس که مجهوله مساوی میشه با دی مسافت ما چقدره 560 متر پس 560 تقسیم بر زمان ما چقدره 70 ثانیه پس این 70 هم قرار میدیم تقسیم که انجام بدین 560 تقسیم بر 70 کنین برابر با 8 میشه واحدش چی میشه بله واحدش میشه متر بر ثانیه دیگه بعضی سوال ما براحتی تانستیم حل کنیم اما سوال بعدی رو با هم ببینیم این سوال میخوام که شما برای ما حل کنید جوابتانه به شماره دوسیف 964 و 255 و و و چیل سیزده برای ما روان کنید ما جوابای شما را بررسی کنیم حتما که درست حل میکنید سوال چی گفته؟ گفته مسافت بین نقطه A و B روی شکل هم میبینین شما برابر با 225 متر مسافت داده یک متحرک آنی متحرک موتره یا قطاره یا یک شخص این متحرک این مسیر در مدت 25 ثانیه طی میکنه گفته تیزی حرکت برای ما دریافت کنید این سوال حل کنید و برای ما در به این شماره ای که اعلام کردیم بفرستید سوال بعدی رو ببینیم این سوال خوب توجه کنید گفته که در مسابقه مترسایکل سواری احمد با مترسایکل خودش مسافت 200 متر در 125 ثانیه تعیین میکنه این احمد اما برنده مسابقه هر کس بوده محمد بوده رضا بوده هر کس برنده مسابقه این مسافت در مدت 80 ثانیه تای کرده کدام مسافت؟ مسافت همون مسافت دیگه تغییر نمیکنن دیگه مسافت همون 200 متریه که احمد تای کرده دیگه اما برنده این مسافت در 80 ثانیه تای کرده گفته تیزی احمد چقدر از تیزی برنده مسابقه کمتر بوده در واقع احمد چقدر باید تیزی خودت خودش بیشتر میکرد تا برنده می‌شد دیگه خب این سوال با هم دیگه حل کنیم اطلاعات ما می اول در رابطه با احمد اطلاعات می نسیم و در ادامه در رابطه با برنده مسابقه اینجا می نسیم احمد و اینجا هم برنده مسابقه خب شاگرده عزیز احمد مسافتی که تایی کرده دی برابر با 200 متر بوده برنده مسابقه چی مسافتی تایی کرده؟ همون مسافت دیگه پس دی برنده هم همان 200 متره احمد این مسافت ها در مدت چقدر سایی که در 125 ثانیه پس دی مسابقه با 125 ثانیه برنده مسابقه ای مسافت ها در مدتی تایی کرده؟ در مدت 80 ثانیه پس برابر با 80 ثانیه گفته تیزی احمد چقدر از تیزی برنده کمتر بوده خب جداگانه اینا رو دریافت میکنیم میگم که اس برای احمد صحیح شد برابر میشه با دی بر T که میشه 200 تقسیم بر 125 و و که اگر شما این تقسیم انجام بدین برابر با یک اعشاریه 6 متر بر ثانیه میشه اما اگر برای برنده یه نه دریافت کنیم میگیم که اس برنده برابر میشه با دی بر T خب دی مسافت ما 200 متر بود پس میشه 200 متر زمان ما 80 ثانیه بود پس این هم بر 80 تقسیم میکنیم برابر با دو اشاریه 5 متر بر ثانیه میشه خب احمد تیزیش یک اشاری ششه و تیزی برنده دو اشاری پنج بوده تیزی احمد چقدر از او کمتر بوده؟ آفرین اینها رو از دیگه منفی میکنیم دیگه پس میگیم که S. برنده منفی اس احمد دیگه پس چی میشه؟ میشه دو اشاریه پنج منفی یک اشاریه شش که برابر با صفر اشاریه نه متر بر ثانیه بوده یعنی احمد اگر تیزی خودش صفر اشاریه نه میکرد نه تا بیشتر میکرد به برنده میرسید تازه پس باید تیزیش از این مقدار هم بیشتر می بود این سوال بود که با همدیگه حل کردیم اما کمیت بعدی که میخوایم اون را تعریف کنیم کمیت سرعت خب سرعت چی تعریف میکنیم؟ میگیم که اگر ما تغییر مواقعیت جسم به مدت زمان تغییر مواقعیت تقسیم کنیم یک کمیتی به ما میده به نام سرعت در واقع اگر ما سرعت با وی انگلیسی نمایش بدیم تغییر موقعیت با ایکس یا دلتای ای x نمایش بدیم و زمانم با تی یک فرمول ایجاد میشه وی مساوی میشه با ایکس بر تی که نشان دهنده سرعت اما یک سوالی که من از شما پرسان کنم اینه واحد سرعت چیه آفرین با توجه به فرمولی که ما نوشتیم واحد تغییر موقعیت متره واحد زمان هم ثانیه پس واحد سرعت هم میشه متر بر ثانیه یک سوال دیدم از شما چی سوال خوبی پرسان کردید گفتید که سرعت با تیزی وقتی که واحدش یکی میشه پس با همدیگه دیگه چی تفاوتی دارن دوستای عزیز ما در تیزی از مسافت استفاده کردیم مسافت یک کمیت اسکالر بود جهت نداشت اما در تعریف سرعت از تغییر موقعیت استفاده کردیم تغییر موقعیت یک کمیت وکتوری دارای جهت هسته صحیح شد؟ پس یک مثال بزنیم تا فرق اینها رو شما بهتر بفهمید. فرض کنید که شما در گوشه سرگ استاده شدید یک موتر با سرعت 200 کیلومتر سریع از پیش شما رد میشه خب شما برمیگردید به اندیوال خودتان میخواین این جریان رو تعریف کنید دیگه دو قسم میتونید تعریف کنید اول بگین که یک موتر با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت رد شد یک بار دیگه میتونید بگین که یک موتر با سرعت 200 کیلومتر بر سرعت به سمت شمال رفت اینا با هم فرق میکنن دیگه اولی که جهتی رو شما بیان نکردید معرفی تیزی بود اما دومی که شما آمدید جهت حرکت موتر را هم بیان کردید معرف کمیت سرعت بود پس سرعت یک کمیت ویکتوریه اما تیزی یک کمیت اسکالر در تیزی جهت برای ما مهم نیست این موشه تفاوت ای دوتا کمیت خب چند تا سوال با هم حل کنیم شاگردای عزیز اولین سوال با هم ببینیم گفته اگر 4000 متر از سمت غرب شما به سمت شرق در 40 دقیقه این مسافت شما طی کنید سرعت شما چی قصه تعریفی که ما کردیم گفتیم که سرعت فرمولش برابر میشه با x یا دلتا x که تغییر موقعیت نشان میده تقسیم بر زمان خب تغییر موقعیت برابر با هزار متر بوده دیگه پس دلتای ایکس برابر با چهار هزار متر به ما داده زمان چقدر داده؟ 40 دقیقه اما ما یاد گرفتیم که واحد سرعت میشه متری بر ثانیه اما اینجا زمان بر اساس دقیقه داده پس باید تبدیل شود چی تبدیل شود؟ دقیقه به ثانیه خب ما یاد گرفتیم هر دقیقه برابر با چند ثانیه 60 ثانیه پس لازم ای چیله زر داره 60 کنیم که برابر با 2400 ثانیه هم میشه الان جای رو انجام میدیم پس چی میگیم؟ میگیم که تغییر مواقعیت کشته در 4000 متر تقسیم بر زمان ما شده چقدر؟ 2400 ثانیه دیگه خب این تقسیمه اگه شما شاگردای عزیز انجام بدین این دو صفر از پایینه با دو صفر از بالا خط میزنیم 40 تقسیم بر 24 که برابر با 1 اعشار 6 متر بر ثانیه میشه. این شده از جواب سوال ما. اما سوال بعدی رو ببینیم با هم دیگه. گفته یک مرچه سوال ببینیم یک مرچه فاصله 4 اعشار 9 کیلومتر در مدت هفت ساعت به سمت غرب می میکنه سرعت موجش را گفته دریافت کنیم فاصله چقدر؟ چهار اشاری نه کیلومتر و زمان هم هفت ساعته حالا میخوایم سرعت موجش را دریافت کنیم فرمول ما چی بود؟ وی مساوی با دلتا ایکس بر تی خب الان دلتا ایکس یا فاصله را چقدر چه دادن؟ چهار نه کیلومتر سریع شد و زمان بر اساس چی داده؟ زمان گفتم هفت ساعت هست دیگه اچ نشاندنده ساعت اگه اینا رو ما جایگذاری انجام بدیم به جای دلتا اکس قرار بدیم چار اشاریه نو به جای زمان هم هفت قرار بدیم چار اشاریه نو تقسیم بر هفت که شما انجام بدین برابر با صفر اشاریه هفت میشه اما واحدش چی میشه؟ واحدش عواز باشه چون تغییر موقعیت بر اساس کیلومتر بوده و زمان هم بر اساس ساعت بوده اینجا تغییر موقعیت ما در واقع سرعت ما واحدش برابر با کیلومتر بر ساعت میشه اینجا این مسئله رو ما از این خاطر آوردیم که به شما نشان بدیم برای سرعت وایدهای بزرگتری هم هست مثل کیلومتر بر ساعت دیگه اگه خواستن که شما این سوال بر اساس متر بر ثانیه بنویسین کاری نداره دلتا ایکس که 4 اشاری 9 کیلومتر بوده ضرب در هزار کنید بر اساس متر به دست میه و 7 ساعت هم شما تبدیل به ثانیه کنید چه قسمی؟ 7 ضرب در 60 میکنید مشهد دقیقه یک بار دیگه ضرب در 60 مونید ثانیهشی برای ما دریافت میشه یک سوال دیگر ببینیم گفته که یک قطار مسافت 360 کیلومتر در یک ساعت تایی کرده سرعت قطار رو گفته بر اساس متری بر ثانیه دریافت کنید این سوال به عنوان کار خانگی به شما میسپاریم به شماره 2964 780 255 413 برای ما جوابهای خودتان روان کنید تا ما بررسی کنیم که شما درست حل کردید یا خیر سوال بعدی رو ببینیم شاگردای عزیز گفته اگر با سرعت دو متر بر ثانیه به مدت سی دقیقه از نقطه A شما به سمت نقطه B برین چند متر تغییر موقعیت میدید؟ سوال یک کمی فرمش عوض شده سرعت را داده زمانم داده تغییر موقعیت از ما خواسته با سرعت دو متر بر ثانیه به مدت سی دقیقه ما حرکت کردیم خب فرمول چی بود شاگرد عزیز میگیم که وی سرعت ما برابر میشه با x بر t وی سرعت بود x چی بود احسن آفرین بر شما تغییر موقعیت و t هم زمان بود خب الان چیزی که مجهوله عالی برای ما چیه تغییر موقعیت یک جابجایی انجام بدیم میگیم که ما تغییر موقعیت رو میخوایم نگه میداریم وی را ضرب در تی میکنیم فرمول خودمان شکلش تغییر میدیم به در واقع این همین فارموله، ما یک تغییرات انجام دادیم چرا تغییرات انجام دادیم چون به دنبال x یا تغییر موقعیت هستیم دیگه x مساوی میشه با سرعت چقدر داده دو متر بر ثانیه ضرب در زمان چقدر داده سی دقیقه خب ولی ما حواس ما نسته چون سرعت واحدش هسته متر بر ثانیه ما در زمان هم حتما باید از واحد ثانیه استفاده کنیم پس اینجا که دقیقه یا این رو باید به ثانیه تبدیل کنیم ضرب در 60 میکنیم دیگه مساوی میشه با خب دو ضرب در 30 میشه 60 دیگه 60 ضرب دره 60 اگر انجام بدیم برابر با 3600 میشه پس تغییر موقعیت ما برابر با 3600 متر شد دو نکته ای سوال داشت اول بود که ما چون به دنبال تغییر موقعیت بودیم یک دستکاری در فرمول خودمان انجام دادیم فرمول به این نوشتیم در ادامه حواسمان بود چون سرعت بر اساس متر بر ثانیه به ما داده بود پس زمان را هم ما باید بر اساس ثانیه بنویسیم یعنی اینجا دیگه دقیقه اگه شما این ضرب در 60 نکنید جواب مسئله کاملا اشتباهه چرا اشتباهه چون سرعت متر بر ثانیه پس زمان هم باید حتما وایدش با یکی باشه دیگه پس وایدش ثانیه میشه خب شایدهای عزیز درس امروز ما هم خلاص شد ما در این جلسه در رابطه با تیزی و سرعت صحبت کردیم یاد گرفتیم این دو مفهوم با هم تفاوت داره در تیزی جهت مهم نیه ما صرفا مسافتی که جسم تی کرده رو در نظر میگیریم اما در سرعت جهت حرکت مهمه صحیح شد تا جلسه آینده همه شما عزیزانه و خداوند منان مسبارم خدا نگهدارتان